سریع، آسوده و انعطاف پذیر، این را شاید بتوان رمز محبوبیت هلیکوپترهای شخصی دانست. هلیکوپترهایی که به رویای میلیون ها علاقمند پرواز رنگ واقعیت زده. این موضوع بازار خوبی هم برای کسانی که در زمینه صنایع هوایی فعالیت می کنند به وجود آورده. بازاری که تنها منحصر به اروپا و آمریکا نیست و تا سنگاپور، آفریقای جنوبی و کارائیب هم امتداد پیدا کرده. چیزی که الکس آیلینگ بریتانیایی و تیم همراهش را در جستجوی بازارهای جدید برای اولین بار به شهر هرادسکرالوویه در 110 کیلومتری پراگ پایتخت جمهوری چک کشانده است. موقعیت جغرافیایی جمهوری چک در اروپای شرقی فرصت خوبی رو در اختیار ما گذاشته تا بتونیم علاقمندان از خاورمیانه رو هم به اینجا بیاریم. برای مثال امسال شرکت رانکا ایویشن سیستمز از هند اینجا حضور داره. از این رو این یک شوی هوایی منحصر به فرده که میتونه پلی باشه بین اروپای شرقی و منطقه خاورمیانه. مدل‌های متنوع هلیکوپترهای امروزی مثل بل، آگوستا، سیکورسکی و یوروکوپتر با موتورهای پیستونی، توربینی، پرقدرت و چند موتوره این وسیله حمل و نقل را جذاب‌تر کرده است. هرچند نباید فراموش کرد که کنترل هلیکوپتر به دلیل برخورداری از تعادل کمتر نسبت به هواپیما کار چندان ساده‌ای نیست. داشتن یک هلیکوپتر خصوصی رویایی است که گاهی از ترانه‌های خوانندگان پاپوراک هم سر درآورده. گروه راک آلترناتیو هاروی دنجر در سال‌های فعالیت خود ترانه‌ای را به همین مضمون ارائه کرد. در این ترانه خواننده خودش را در یک هلیکوپتر خصوصی همراه با دوست دختر دوست داشتنی سابقش بر فراز آسمان ها تصور می کند و در این قالب خاطرات گذشته و حرف های نگفته را به زبان می آورد. قیمت هلیکوپترهای خصوصی معمولاً از 158 هزار دلار شروع می شود، اما بحث اصلی گرفتن گواهینامه معتبر از آموزشگاه هایی است که زیر نظر اداره فدرال هوانوردی فعالیت می کنند. برای این منظور شما لازم است که حداقل 16 سال داشته باشید و حداقل 12 هزار دلار پول در جیبتان باشد. در صورتی که این شرایط را داشته باشید، باز هم با حداقل 40 ساعت آموزش، تمرین و پرواز گواهینامه را دریافت خواهید کرد. اما زیاد راه دوری نروید. مارتین کروزا از جمهوری چک کار را با دستگاه شبیه ساز پروازش به نام الیت برای خلبانهای تازه کار آسوده تر کرده است. این یک دستگاه شبیه ساز پروازی که از هلیکوپتر MH3 150 الگو برداری شده. همه ابزارهای یک هلیکوپتر واقعی رو داره، از دکمه ها و سویچ ها تا پروانه ها. حتی منظره واقعی زمین دقیقاً از یک بالگرد نسخه برداری شده. با این ابزار امکان پرواز تو هر شرایط جوی وجود داره، حتی در موقعیت هایی که دید کمه یا شرایط جوی نامناسبه. کسانی که آموزش خلبانی میبینن میتونن شرایط پرواز فرضی رو تغییر بدن و شرایط دشوارتری رو امتحان کنند. شاید آن روز دور نباشد که هلیکوپترهای خصوصی به وسیله‌ای برای رفت و آمدهای روزانه شهری تبدیل شوند.